خارتوم، پایتخت سودان. هارمونی گوش خراش انفجارها و رگبارها. اجرای زنده یک ارکستر سراسری با رهبری همزمان ارتش و شبه نظامیان. همزمان با آغاز چهارمین روز درگیری‌ها در سودان و ادامه نبرد میان دو جناح نظامی رقیب، اقامتگاه سفیر اتحادیه اروپا مورد حمله قرار گرفت. با این حال، وزیر خارجه ایرلند حمله به اقامتگاه سفیر اتحادیه اروپا را نقض عمده تعهدات مربوط به حفاظت از جان دیپلمات‌ها خواند. به فاصله کوتاهی پس از آن، آمریکا نیز از ترکش حملات بی‌نصیب نماند. در ارتباط با سودان، من از بابت جزئیاتی که میتوانم در اینجا به دست بیاورم دچار محدودیتم، اما این را میتوانم تایید کنم که به یک هیئت دیپلماتیک آمریکا و همراهانشان شلیک شده. همه افراد ما سالمند و صدمه ای نخوردند. با این حال چنین اقدامی غیر مسئولانه و قطعا مخاطره آمیز است. در تماس‌هایی که صبح امروز با ژنرال همدی و برهان داشتم، تصریح کردم که هر حمله، تهدید یا خطری که متوجه دیپلمات‌های ما بشود، کاملاً غیر قابل پذیرش است. یکی از شدیدترین درگیری‌ها در فرودگاه بین‌المللی خارتوم بوده و تصاویر ماهواره‌ای از تخریب گسترده و انهدام دست کم 20 هواپیما در این فرودگاه حکایت می‌کند. اسکادران نیروی هوایی سودان متشکل از جنگنده‌های چینی و جت‌های متعلق به دوران شوروی است. افزون بر آمریکا و اتحادیه اروپا، درگیری داخلی در سودان تا به این لحظه بیشترین تأثیر مستقیم را بر مصر داشته، زیرا شبه نظامیان RSF تعدادی از نظامیان مصر را که پیش از درگیری‌ها در خاک این کشور حضور داشتند به اتهام جانبداری از ارتش سودان به اسارت درآوردند، اتهامی که رئیس جمهور مصر به شدت رد می‌کند. نیروهای ما در همکاری با دولت سودان به منظور تمرینات مشترک در این کشور حضور داشتند. بسیار مهمه که با تأکید بر این امر موضوع برای همه روشن بشه. برای ما نه به عنوان یک ارتش بلکه به عنوان یک دولت لازمه که مردم بدونن چرا نیروهای ما در اونجا حضور داشتند. هدف ما هرگز حمایت از یک فرد یا جناح در این کشور نبوده. این امر صحت نداره. آغاز ناگهانی و مرگبار درگیری‌ها در سودان به وضوح بر دستور کار جلسه مشترک وزرای خارجه گروه 7 در ژاپن تأثیر گذاشته است. در خصوص وضعیت سودان، گروه 7 درگیری‌های جاری را به شدت محکوم می‌کند و دو طرف را به پایان فوری نبردها فرا می‌خواند. ما به منظور حصول اطمینان از امنیت شهروندانمان با یکدیگر در همکاری نزدیک خواهیم بود. وزیر خارجه آمریکا گفت در تماس با رهبران هر دو جناح نظامی خواستار برقراری یک آتش‌بس 24 ساعته شده تا مردم سودان بتوانند مایحتاج مورد نیازشان را تأمین کنند. رئیس جمهور مصر نیز از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان دو جناح متخاصم خبر داده. چنانچه تلاش‌هایی از این دست به نتیجه نرسند و اجرای زنده ارکستر رگبار و انفجار به همین منوال ادامه پیدا کند، شرایط انسانی در سودان که به گفته دبیر کل سازمان ملل مدت‌ها از بی‌ثباتی در رنج بوده، چهار نعل به سوی یک فاجعه تمام و عیار خواهد رفت. محسن ایزدی، لندن.